که در بهار علم و دانش دانشجوی ستاره دار که یکی از معضلات ما بود اول که ما شروع کرده بودیم دولت رو همه به ما اعتراض میکردن میگفتن این مسئله چرا حل نمیشه. الان آقای دکتر غلامی همین دیروز در دولت ازش سوال کردیم گفت ما دانشجو ستاره دار دیگه نداریم. هم کلن سه تا تجمع زدن که مستندات نداشت. یکیش مثلا تجمع علیه گزینه وزارت علوم تو دانشگاه بود. بخش زیادی از دانشجویانی که از سال 84 تا 92 ستاره دار شده بودند تونستن به دانشگاه برگردن، اما فرایند ستاره دار کردن هیچ وقت متوقف نشد. هر ساله همچنان سالی 30-40 تا دانشجو ستاره دار می شدن. در مورد دانشجوی بهایی هم هیچ تغییری صورت نگرفت. به نظر من در مورد کارنامه روحانی در دانشگاه دوره اول و دوم رو میتونیم از هم متمایز کنیم. در دور اول فعالان دانشجویی گفتمانهای خودشون رو حول محور عدالت، مخالفت با خصوصی سازی، مخالفت با بنگاه شدن دانشگاه و غیره شکل دادن. اما از سال 96 به بعد پروژه سرکوب دانشگاه همزمان با سرکوب در خارج از دانشگاه شکل گرفت و از 96 به بعد سرکوب خیلی جدی بود. در فضای عمومی اشتباهی میشه که دولت از 92 تا 96 فشار احضار و بازداشت روی دانشجوها نمیاره، در حالی که فعالان دانشجویی مرتباً از سوی وزارت اطلاعات و سپاه احضار و تهدید میشدن و تحت فشار بودن. مثلا در سال 95 50 دانشجو احضار شده بودن. در واقع باید گفت این یه روند بود و روی کرده دولت بعد از دی و آبان اوریان‌تر شد. دیگه ابایی نداشتن که در مقابل فعالیت‌های دانشجویی بازداشت گسترده کنن و احکام گسترده بدن. امنیت پوشانی، جمهوری توخالی. امنیت پوشانی، جمهوری توخالی. در مورد برخورد قضایی و انضباطی باید گفت در دولت روحانی وظیفه برخورد با دانشجویان به خارج از دانشگاه محول شد، اما نقش وزارت علوم و دانشگاه چی بود؟ توی خیلی از موارد به وضوح حراست دانشگاه‌ها با دستگاه قضایی همکاری و همدستی می‌کنند. در مورد برخورد با سها مرتضایی، بهار هدایت و مصطفی هاشمی‌زاده می‌بینیم که حراست دانشگاه به نهاد امنیتی کمک کرده که یک دانشجو بازداشت بشه. گزارش‌هایی که از حراست میره مستندات پرونده سازی شده است که موجب برخوردهای امنیتی دستگاه قضایی با دانشجویان میشه. بیماری کرونا آسیب جدی به سازماندهی و تشکیلات فعالان دانشجویی وارد کرده. در دی و آبان دانشگاه محل اعتراضات و همدردی با مردم بود. در مورد سقوط هواپیما میدانداری کرد و سازنده سیاست بود. دانشگاه داشت به عنصری تعیین کننده در سیاست تبدیل میشد، اما کرونا باعث تعطیلی دانشگاه و بهانه خوبی برای دستگاه امنیتی شد که از این شرایط انزوا برای سرکوب دانشجویان استفاده کند. Woo!